بنا به الله توانا. دوست عزیز گوردگاه تمام شما نازنین را به برنامه خودتان خوش آمدید و خدا کنه که تا آخر برنامه با ما باشین و قسمه که میبینین دو دوست تمام امروی ما هستن. خب انان میپرسیم که کیا هستن و خدا معرفی میکنن به ما. خیلی ما از تو جگه شروع میکنیم. سلام قدم. سلام. معرفی کو کی هستی؟ ایبا. ایبا جان صرف چند هستی؟ صرف نسری. بسیار خوب. چند سال هستی ایبا جان؟ پنج. پنج یا پنج؟ پنج یا پنج؟ کدام پنج هستی. پنج هستی. خب بسیار خوب. شوخی کردم امروز. و انا رو میبینیم که این دوستک ما کی هستن؟ خدا معرفی کو فندم خوب هستی؟ اسمم پریسا هست. ولد محمد زایر متعلم از صنف چهار معلم مکتب لیسیالی خصوصی دیوان. بسیار خوب بسیار خوب. پریسا جان، پریسا یک سوال داشتم ازت. نام چی مانا؟ نام من نیکا. پریسا ما بگویم برد مانایشه؟ سو مانند مانامیت یعنی مثل پری. مثل پری هم باری مقبول هم هستی. خب دوست عزیز دیدین که پریسا جان و ایبا جان بودن امروی ما و یکم چیز دیگه هم میبینیم هم اینجا. خب بناله میشه که خودشان بگن که چی جور کردن و چی آوردن. خب اول بر ما پریسا جان میگه. بیاین کار میکنیم. این اینجا میمونیم و پریسا جان میگه بر ما که چی هست و از چی چیزا جورش کردن. خب بیا بگو بر دوست کنید که از چی چیزا جورش کردیم. از کارتن جور کردیم. کارتن ورق. ورق رنگ. رنگ و دیگه یکان چیز دیگه. مثلا در داخلش یک بردن. آه بین دوستان ما این داخلش هم ندیده بودیم. در داخلش اینجا یک دانه آدم هم که معلوم میشه. خوبه شما این داخلش هم پرده داره. در دروازه پرده بند کردیم. اینا دوستا در کیخینایشون پرده بردن. بسیار خوب بسیار خوبه. خب بسیار خوب. اینا در چقدر وقت جور کردی؟ شب چند ساعت شد؟ تقریبا یک دو ساعت. دو ساعت اینا جور کردی؟ بسیار خوب بسیار خوبش. و اینا اینجا یک دونه مویی رو میبینم من. خب ما گفتم که در روی چی مویی است؟ در پیش خانم مویی بجای درخت ها مویی برنامه. بسیار خوبش. کپاینش چیست؟ فکر کنم که کاغذ باشه. تو می فهمونی؟ بسیار خوبش. این چیست؟ خب بسیار خوبش بسیار خوبش. دوستا دیدیم که دوستک ما کارتیسی جور کرده بود و در برنامه خودشون برنامه بی بین و بساز آورده بود و شما هم دیدیم برنامه دوستک دیگه ما ایبا جان دیدیم چیست؟ خب دوست عزیز دیدین که دوستک های ما آمده بودن و در برنامه خودشان کاردیسی را که جور کرده بودن آورده بودن و شما هم میتونین که به برنامه خودتان بیاین و کارهایی که در خانه جور میکنین مثلا کاردیسی که جور میکنین میشه که بیارین و بر دوستایتان نشان بدین. و اینان نوبت چی رسیده؟ نوبت چی رسیده؟ موضوع برنامه. خب میفهمین موضوع برنامه چی؟ میفهمین؟ یک نقل بدم؟ بله. اینم اینجا ماست. اونا پیدا کنیم که چی هست؟ خب ما بگویم برتان؟ بله. نه میگم خیلی وقتی که من موت دیدین باز میگین که بیخی روبروی ما بوده چطور ندیدیم چطور متوجه نشدیم.
خب خیلی میریم دوستای عزیز با هم معلومات میبینیم و بعد از اون با ما باشیم. بازم سلام بر شما دوستای عزیز، بازم امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین. بازم در خدمت شما هستم و آله راجع به عینک براتون معلومات آماده کردیم که با هم میریم مشتویم. عینک وسیله است که با کاربردهای مختلف برای چشم ها و یک وسیله تزئینی برای چهره نیز شمرده می شود. گفته می شود در روم قدیم کسایی که بنابر بلند رفتن سنشان قوه بیناییشان ضعیف و دیگر مطالعه نمی توانستند، روز متوجه شدند که با گذاشتن شیشه برای نسخه های خطی که نوشته را بزرگ نشان می داد می توانستند که بخوانند. به همین ترتیب عینک های طبیعی به وجود آمد که عدسیه های آن از جنس شیشه یا پلاستیک و پرتو نور را قبل از ورود به چشم منحرف می کنند. در افغانستان زیادتر مردم با شوق بسیار عالی به صنعت عینک سازی رو آوردند. این کسب را که در آغاز تعداد دکاکین آن خیلی اندکی بود پرورش دادن و بر علاوه عینک های طبیعی، عینک های آفتابی و تزئینی نیز مروج گردید و اکنون کسان زیاده برای محافظت چشم از انواع عینک های استفاده میکنن. استفاده مرتب از عینک ربط به این که نمره چشم در اثر استفاده مرتب از عینک با مرور بهتر شود یا اندک چشم ضعیفتر نشود ربط ندارد، بلکه این مسئله به سن و رشد جسمانی مربوط میشه و استفاده از عینک باعث تمیز و شفاف دیدن میشود. یعنی اگر قرار باشد نمره چشم بهتر یا بدتر شود، چی از این که از عینک استفاده کنیم یا نکنیم هیچ کدام گپ نیست. تماشای تلویزیون از نزدیک و کار با کامپیوتر باعث ضعیفی چشم نمیشود. فقط گاهی اوقات ممکن است که در اثر تماشای زیاد تلویزیون بخصوص از فاصله نزدیک و یا کار زیاد با کامپیوتر چشما دچار خستگی یا سوزش شوند، بخصوص در افرادی که مقدار کم ضعیفی چشم دارند. و یک گپ جالب دیگه، سیاهی زیر چشم ربط به استفاده مرتب از عینک ندارد و این مسئله بیشتر جنبه تلقینی دارد. در بعضی از افرادی که دچار بیماری گلویی یا بعضی از موارد کمخونی یا بیماری های غدد مانند دارند زیادتر به اونا مربوط میشه. به هر صورت این مسئله ربط با استفاده از عینک ندارد و امیدوار هستم که از این معلوماتم یک چیز استفاده کرده باشین و شما کوشش نکنین که از نزدیک تلویزیون سعی کنین. تا برنامه بعد و معلومات بعد، خدا حافظتان. بازم خوش آمدید و معلومات خود دیدین. امیدین که موضوع ما چی بود؟ چی بود؟ درباره عینک. عینک برای تو نخلام دادم، نگفتم که در پیش روی تر از دمین جست ندیدین؟ دوستا دیدین که چون موضوع برنامه ما بود، ما امروز عینک پوشنم، گفتم باش باشم نخلام که موضوع برنامه ما چیست، اما دوستا کار ما پیدا نکردن. خب چیز فهمیدین از معلومات؟ بله. بسیار خوب، با امید از اینکه به معلوماتتان اضافه شده باشه. و اینال با جان بسیار آرام است، همیشه هم دارام میباشین؟ شوخی نمیکنی؟ نمیکنی؟ ما شوخی زیاد میکنم. خب اینال با جان میگه که عینک خوش داری یا نی؟ عینک خوش داری؟ آه. کم یا زیاد؟ زیاد؟ ها. خب چرا نپوشیدی؟ ما عینک خوش دارم، این عینک پوشیدیم. ما هم زیاد خوش دارم. خب چه قسم عینک خوش داریم؟ من عینک های آفتابی؟ عینک عادی؟ چه قسم؟ عادی را. عادی را خوش داری، بسیار خوب. خب این حاله پریسا جان بر ما میگه که عینک خوش داره یا نه؟ خوش داری؟ داری. خب خیلی یک سوال دوگاه من میپرسیم. به نظر عینک خوبی زیاد داره یا بدی؟ متوسط است. چطور؟ مثلا یک تو خوبی شه بگو، یک تو بدی شه بگو. اگه ما زیاد عینک بانیم چشم ما ضعیف میشه. خب باز اگه چشم ضعیف باشه زیاد عینک بانی دیگه هم ضعیف میشه؟ نه خیلی خوب میشه. خب یعنی هدف از ایست که اگر ما عینک های عادی رو بانیم دار که چشمای ما جور است، در اون حالت چشمای ما ضعیف میشه. بسیار خوب، تشکر کردم از خودت. بله دوستا، قسمه که پریسا جان گفت بر ما و این دوستا که دیگیمون عینک های عادی را خوش داشت.
قسم کنا گفتن عینک وقتی که اگر چشم ماجور باشه عینک که ذره‌بینی نباشه عینک عادی باشه ایران بانیم بالا چشم ما تاثیر میکنه و چشم ما را ضعیف میسازه و اینا را سوال را از پشتان پرسان میکنم سیز؟ بله آماده هستی؟ بله آماده هستی؟ بله جواب میدی؟ خواه آماده هستی؟ بله خوب به نظرم به دقت گوش کردین نگه چیرا موضوع ما را خواه خواهی سوال اول خود بپرسم سوال دوم از هبا جان درست هست هبا؟ سوال اول خب 10 ثانیه وقت داری در ظرف 10 ثانیه باید جواب درست پیدا کنی درست است؟ نه اولین عینک در کجا ساخته شد؟ جواب اول در روم قدیم جواب دوم در یونان قدیم جواب سوم فلسطین وقتت شروع میشه فکر کن در روم قدیم؟ چی فکر میکنی؟ شاید که غلط باشه نه خیلی سوال اول درست است جواب اول سوال درست است؟ بله اما شاید غلط باشه اما وقت تو فکر میکنم پوره است کدام جواب؟ اول جواب اول یعنی اولین عینک در روم قدیم ساخته شده ها؟ بله بله خیلی میبینیم که کدام جواب درست است؟ بله جواب اول درست بود به افتخارش تک تک نمیکنم ای بود تک تک نمیکنم بسیار خوب بسیار خوب سوال اول خود درست جواب دادن و حالا سوال دوم ابا جواب میدی؟ ها خب میگه که بچشم کردن عینک ما را کمک میکند که چی؟ جواب اول تست هنگام دیدن تلویزیون از نزدیک چشم ما ضعیف نشد خب جواب دوم مقبول معلوم شویم یا زیبا معلوم شویم و جواب سوم هیچ کنم وقت تو هم شروع میشه امیدی سواله؟ یعنی وقتی که ما عینک میپوشیم ما با کمک میکنه که زیبا ما میشه یا یعنی که تلویزیون سعی میکنیم چشمای ما زیاد نشه وقت دیگه پوره بشه کدام جواب؟ کدامش؟ یا جواب اول؟ خب دوستا پس میبینیم که کدام جواب درست است بله جواب اول درست است یعنی عینک با ما کمک میکنه تا ای که چشمای ما وقت تلویزیون رو میبینیم از دزدی ضعیف نشه با افتخار هبا جان چک چک کنم بسیار خوب و سوال سوم هر جیتان جواب میدین میگیم که چند نوع عینک رو نام میگیم چند نوع عینک را که میشناسین نام میگیری اول خودت وقت تو چرو میشه در ظرف 10 ثانیه باید نام بگیری عینک آفتابی دیگهش زود چه خواستان از بگو دیگه بگو دیگهش و وقتت پوره است؟ اینی چیسته؟ عینک ساده؟ آه دیگه عینک وقتت پوره است بسیار خوب این دوسته که ما دو نوع عینک یاد گرفت البته یک شب نخواد آدم گفته بینی اما درست نی؟ بسیار خوب عینک آفتابی و عینک ساده چه نوع عینک میشناسی با جون؟ چه نوع عینک میشناسی؟ این دوسته که ما چند نوع عینک میشناسه باش فکر میکنه که یادش بیاره کدام چند نوع عینک میشناسی؟ زد که ما برد میگم بگو میشناسی یعنی سه ایسته؟ عینک آفتابی؟ عینک آفتابی عینک ساده؟ عینک ساده عینک ذره‌بینی؟ عینک ذره‌بینی آخ سه نوعشه میشناسی؟ بسیار خوب خب دوستای عزیز یام بود سوالایی که دوستکای ما جواب دادن و اینا نوبت چی رسیدن؟ نوبت چی؟ کاردستی قضوت کاردستی نه پس میریم و یک وقفه میگیریم بازم با ما باشیم